سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ایران فردا. فرامرز فروزنده هستم و با 12 برنامه از مجموعه جدید مرغ سحر در خدمت شما بینندگان عزیز در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت این صدا و تصویر هستید. از آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده به خاطر فرصت پخش این برنامه در تلویزیون ایران فردا متشکرم و سپاسگزارم و از همکاری صمیمانه دوستان ایشون و همکاران ایشون و دوستان خود من به حساب میان. متاسفانه هنوز ندیدم چون از آقای علی کارگردان فنی برنامه، از هومن تهیه کننده دقیق برنامه و جناب هومن و آرش هم که هر کدوم مسئولیت های دیگری رو در مجموعه کل تلویزیون دارند و سایت تلویزیون، سپاسگزارم که به هر حال به این برنامه هم توجه دارم. و بعد از این اجازه بدید مهمان گرانقدری دارم، با یک جامعه شناس، جامعه شناس واقعی، نه جامعه شناسی که فقط 2 یا 3 واحد کالج در جامعه شناسی هم برداشته، نه، کسی که سالها استاد جامعه شناسی در دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا بوده، گفتگویی رو دارم که فکر می‌کنم برای شما جالب خواهد بود. اجازه بدید اسمشون رو اعلام نکنم، به خاطر اینکه با این ترتیب حرمت ایشون رو بیشتر نگه می‌دارم. سعی می‌کنم که حرفای مقدماتیم کوتاه باشه تا فرصت بیشتری باشه برای بهره‌مندی از فرمایشات و صحبت‌های ایشون. هفته گذشته هفته نیویورک بود. هفته اعتراض ایرانی‌ها در مقابل سازمان ملل متحد به حضور آقای حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران بود. گروه های مختلف آمده بودند و با تدارک مختلف، با تعداد افراد متفاوت، بین 2 تا 3 هزار نفر انسان آمده بودند اونجا، در اون خیابونی که نزدیک مقر سازمان ملل متحد ایستاده بودند. اما یک روز عادی نبود. یک روز بود که از آسمان باران نمی آمد، از آسمان سیل می‌بارید. گروه اصلی تظاهر کننده ها، یعنی گروه اولی که این تظاهرات رو در واقع بهش جلوه بیشتری میداد، وابستگان و کسانی بودند که به سازمان مجاهدین خلق وابسته بودند. اما پشت اینها، در اون پشت پیرهن کاور زرد رنگی که پوشیده بودند، نارنجی و زرد پوشیده بودن، مثل این که نوشته بود کانون شورشیان آزادی خواه در ایران. متاسفانه برای اینکه آیفون هم صدمه نبینه، در اون لحظه عکس نگرفتم تا اسم دقیق رو خدمتتون بگم. ننوشته بود شورای ملی مقاومت و یا ننوشته بود که سازمان مجاهدین خلق. خیلی تعجب هم کردم وقتی کلمه شورشیان رو در پشت نام این گروه دیدم. به هر حال آمدند و اونها می شود گفت گروه اول تظاهرات بودند از نظر تعداد، تجهیزات و خلاصه همه امکاناتی که داشتن. من فکر میکنم گروه دوم این تظاهرات کسانی بودند که من هم همراه با اونها حقال سفر خودم رو پرداخته بودم و رفته بودم، برای اینکه میخواستم در این تظاهرات باشم، بدون اینکه وابستگی گروهی به اونها دارم. اونها گروهی بودند که آقای شهرام همایون در تلویزیون کانال 1 اون رو به وجود آورده به نام ما هستیم. این گروه از نظر تدارکات گروه فوق‌العاده خوبی بود و من فکر میکنم که دومین گروهی بودن سر تعداد و حضورش و خودنماییش در اونجا و شعارهایی هم که سر دادن، ما هستیم، ما همه با هم هستیم. اما
به نظر من زیبایی این تظاهرات با حضور همه گروه هایی که آمده بودند این بود که فراموش کرده بودند و کنار گذاشته بودند این سیل رو که از آسمان میباره. برای 5 دقیقه 6 دقیقه نبارید، برای 2 ساعت بارید. یعنی به نحوی که من به عنوان یکی از اعضای شرکت کننده در اونجا همه لباسام خیس شده بود، حتی جورابم 2 روز پیش بعد از چند روز که اون تظاهرات تموم شده، 1 هفته از زمانش گذشته، فکر میکنم تازه خوش شد. یعنی تا این حد سیل شدید بود. کیا بودن؟ در گروه ما کمتر نسل جوان بود، بیشتر کسانی بود که سنی ازشون گذشته بود، بالای 40-45 بودند و در این سنین 45-50 بودند. آدم ها هر کدومشون 1000 تا مسئله دارن برای حرکت و مشارکت، اما همه قبراق و سرحال بود. اتفاق جالبی افتاد در برگزاری این تظاهرات. داشتیم و حرکت میکردیم، من پشت سر خانمی قرار گرفته بودم که بعد فهمیدم اسم این خانم محترم خانم ثابت قدم هست. خانم ثابت قدم هر دو پاش از زانو به پایین در واقع پا نداره، با یه سری وسائلی که به پاش میبندن و 2 تا از این زیر دستی ها که زیر بغل میزنن خودش رو میکشید روی زمین. در نقطه ای این خانوم نتونست خودشو کنترل کنه. درست منم صفحه عقب بایستده بودم و متاسف شدم که داشتم میخواستم این آیفونم از بین نره، این تو جیبم بود. من دیدم که خانوم به زمین خورد. بین گروه ما و گروه مجاهدین خلق یک نرده فاصله بود، اما اتفاق عجیبی افتاد. قبل از اینکه هر کدوم از ما بتونیم خودمون رو به این خانم برسونیم، 3 تا از بچه های مجاهد خلق از روی نرده پریدن این بر اومدن و من تصویری دارم که از اتاق فرمان خواهش میکنم اون رو نشون بدن. بله، این کسی که اون لباس زرد تنشه روکش داره کمک میکنه به خانم ثابت قدم برای اینکه از رو زمین برخیزه. البته 2 نفرشون رفته بودن در این موقع، در موقع بلند کردن خانم ثابت قدم 3 نفر این کمک رو کردن که این بانو بتونه سر پاش بیست. به نظر من این خیلی باشکوه و زیبا بود. به نظر من این نشون میده که یه روزگاری من نمیدونم چجوری کی با کی، برای اینکه قدرت بیشتری در مواجهه با جمهوری اسلامی داشته باشیم، باید حس بکنیم که اگر به داد هم نرسیم به زمین میخوریم. همدیگر دریابید. اختلافات گروهی ما جز ضعف ما نتیجه ای نداره. تا کی میشه این ادامه داد من نمیدونم. نمیخوام تبلیغ بکنم، چون من از سر تا پای وجودم با رهبری سازمان مجاهدین خلق مسئله دارم و کنار بیا نیستم. ولی این انسانیتی رو که دیدم نمیتونم ندیده بگیرم. این چیز کوچیکی نیست. ماها نزدیکتر به خانم ثابت قدم بودیم، اما اونها زودتر به دادش رسیدن. به هر حال روز بسیار خوبی بود. از رفتنش نه تنها پشیمان نیستم، بلکه برای من رفتن و آمدن یه حدود 3000 مایل بود. 1500 مایل از شهری که هستم، از سن حوزه برم و هر وقت خواستم فکر بکنم چرا برای 2 ساعت تظاهرات باید یه همچین کاری رو بکنم، به خودم نهیب زدم و گفتم مرد خجالت بکش. تو داری چی کار میکنی؟ هیچی. این کوچکترین کاریست که داری میکنی. در همین حال که تو داری فکر میکنی 1500 مایل بری 1500 مایل بیای، چند تا دختر در زندانهای جمهوری اسلامی مورد تجاوز قرار میگیرن. چه بر سر زندانیان سیاسی ایران میاد؟ نه تنها هزار. متاسف شدم. بذار حقیقتی رو بگم. دیگه پول نداشتم. بودجه محدوده. در همین حال آقای اسماعیل نوریالا در هامبورگ در آلمان جلساتی داشتن 2 روز. اگر بودجه شو داشتم در جلسه دکتر نوریالا هم میرفتم. اگر پول داشتم به لندن میرفتم در جلسه حزب مشروطه ایران هم شرکت میکردم. ولی وقتی همه اینا را الاهم و فلاهم کردم به این نتیجه رسیدم که تظاهرات نیویورک مهمتره. فارغ از اینکه
عضو گروه ما هستیم، آقای شهرام همایون نیستم، ولی فکر کردم که به هر حال اینجا وجودم لازم تره. باید بریم و باید به یاری همدیگه بیاییم با حضورمون، نه حتی پیوستنمون. این نکته بود که خواستم خدمتتون بگم. و بعد بین ایمیل هایی که دریافت میکنم، یه ایمیلی دریافت کردم از دوست عزیزی که از من راهنمایی خواسته بودن برای مطالعه و خوندن کتاب هایی که اونها رو با مسائل ایران آشناتر بکنه، با تاریخ ایران آشناتر بکنه. دوست عزیز، اگر این برنامه رو میبینید، خواهش میکنم دوباره آدرس ایمیلتون رو برای من بفرستید. وقت زیادی رو صرف کردم تا یک مقدار کتاب به شما معرفی کنم و نمیدونم در ارسال پیام مرتکب چه خطایی شدم که به یک باره همه چیز که مربوط به ایمیل شما بود پاک شد. خواهش میکنم اگه پیغام منو میگیرید، دوباره برای من آدرس ایمیلتون رو بفرستید. بدون تردید لیست کتابهایی را که من خواستید برای شما میفرستم. در غیر این صورت حتی ایمیل شما سبب شد که فکر بکنم بر اساس مطالعات مختصری که خودم دارم و امکانات مختصری که دارم، شاید تعداد افرادی شبیه شما کم نباشند یا در تعدادی باشه که بخوان یه برداشتهایی از تاریخ کشورشون داشته باشن با توجه به تفاوت سنی فاحش و آشکاری که بین ما هست. من متعلق به نسل جوانتری هستند و جالبه این راهنمایی ها رو بیشتر از داخل ایران میخوان که چه کتاب هایی رو مطالعه بکنن، آشناتر بشن. این کار رو خواهم کرد و فکر میکنم از هفته آینده 5 دقیقه یا 6 دقیقه از برنامه خودم رو صرف معرفی کتاب بکنم بر مبنای خواسته شما. ولی چون شما این درخواست رو کردید، خواهش میکنم با من مجددا تماس بگیرید، ایمیلتون رو برام بفرستید تا از خجالت شما در بیاد. و اما قبل از اینکه مهمان عزیزم دکتر اکبر مهدی استاد دانشگاه رو دعوت بکنم که با من صحبت بکنن و به پرسش های من پاسخ بدن، به زیباترین واقعی که برام اتفاق افتاد میخوام اشاره کنم. روزی که برمیگشتم از نیویورک، روز پنجشنبه بود. بعد چون از فرودگاهی که میومدم فرودگاه نیوجرسی بود و از اون اصلا خوشم نمیاد، اصلا جای بی ربطی است بین همه فرودگاهایی که دیدم. بنابراین از هتلی که می اومدم یک دونه موز و یک دونه سیب برای خودم برداشتم، چون 4 ساعت باید منتظر پرواز می شدم تا سوار هواپیما بشم. خب این موز رو نمی دونم در چه شرایطی خوردم که در امنیت کامل تمام شد، اما دیدم کافی نیست. اومدم نشستم رو صندلی منتظر بشم. گفتم حالا موقع خوردن این سیبه. سیب رو در آوردم و گاز اول رو زدم. این هم به خیر گذشت. گاز دوم رو که زدم، دیدم مثل اینکه کسی به هم حمله کرد به طرف دهن من. سرم برگردوندم، دیدم یه گنجشکه. حالا این گنجشک چجوری وارد سالن فرودگاه شده بود نمیدونم. گنجشک دور و بر سرم پر میزد. این سبب شده بود که بلافاصله بعضیا که این سلفون‌هاشون آماده است شروع بکنن به فیلم برداری از این صحنه، ولی متاسفانه خودم که نمیتونستم این کار بکنم. بعد دیدم نه، دستوردار نیست و ظاهرا این سیب قسمت اونه. چند ثانیه از سیب خوردن این گنجش، سیبی که من شروع کرده بودم و او احتمالا امروز تمومش کرده، ویدیو گرفتم با هم نگاه. بله، ببینید وقتی گرسنه باشی بین آزادی و سیب، سیب رو انتخاب میکنی. جناب دکتر مهدی، به شما سلام عرض میکنم. و تمام هموطنان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. هوا در جنوب کالیفرنیا چطوره آقای دکتر؟
بد نیست، امروز رو 70 هستیم، نسبتا بهتر از روزهای قبل و هفته های قبل. جناب دکتر مهدی، من مطمئن هستم که شما وقایع ایران رو تعقیب میکنید و اون چیزی که منو جلب کرده به طرف نظرات شما، انصاف شما در تحلیله. با توجه به اینکه سوالات متعدد دارم، وقتمون محدود هست، خواهش میکنم به اختصار به من بفرمایید امروز شما شرایط ایران رو چگونه میبینید؟ شرایط ایران نسبت به سالهای قبل پیچیده تر هست، موقعیت خطیرتری هستش، برای اینکه فشار بین المللی، بحرانهای داخلی ایران بدتر و بیشتر شده، بسیارشون در نقطه بسیار حساسی قرار گرفته، به خصوص بحرانهای اقتصادی که اولیه است، بحرانهای اجتماعی و غیر و ذالک هم همه اینا بود، همواره بحران اقتصادی الان بیشتر شده و چون فشار بین المللی زیاد شده و زیادتر هم خواهد شد در ماه آینده، دقیقه قریبه به 30 دیگر روز دیگر، و موقعیت ایران بسیار موقعیت بدی نسبت به سالهای قبل. البته همیشه این بد و خوب رو باید نگاه بکنید نقطه مبدأ رو کی میگیرید، ولی در این 40 گذشته ایران موقعیت های بد خیلی داشته و جمهوری اسلامی هم از بحران‌های بسیاری رو تیری پشت سر گذاشته یا بیرون آمده، حالا با چه میزانی از موفقیت و شکست، مثل جنگ که شاید یکی از بحران‌های بزرگی بود که به هر حال جمهوری اسلامی در ابتدای ظهور خودش باش مواجه بود، ولی بعد از اون بحران‌ها هیچ وقت من فکر نمی‌کنم از نظر اقتصادی ایران در موقعیت قرار گرفت بود که امروز قرار گرفته، و فشار بین المللی هم الان با توجه به همبستگی که بین آقای ترامپ و دولت‌های عربی در خلیج فارس و در سطح بین المللی داره بخواد پیاده بکنه، قاعدتا موقعیت ایران بسیار مشکل کرده. از طرف دیگه رژیم هم خودش رو مشروعیت شده کاملا که البته بی‌معنی صرف این کسانی که براش کار میکنن به هر حال به نحوی از آنها یا مجبورن کار میکنن، ولی بخشش هم به هر حال معتقدن دارن کار میکنن یا با انقدر وابسته هستن که حتی اگر معتقد هم نباشن جزء این رژیم حساب میشن و هر عاقبتی هر بعضی برای آینده ایران پیش بیاد اینا هم به هر حال درگیر مسائل خواهند بود. مردم بسیار راضی هستن، از اقتصادی هم خیلی بد. آیه دکتر مهدی، شرایط برای براندازی جمهوری اسلامی آمده است یا برای فروپاشی ایران و یا هر دوش؟ شرایط برای براندازی به نظر من هنوز آماده نیست، چون هر رژیم هایی که افتادن در طول تاریخ عالمان علوم سیاسی حتی اینها رو تقریبا فرموله کردن، تئورایز کردن، نظری سازی کردن راجبش. ایران از خیلی جهات، جمهوری اسلامی از خیلی جهات، مثلا اگه شما 10 تا 12 تا شرایط رو بسنجید که باید اینا باشه که مثلا رژیمی تغییر قابل تغییر بشه و یا احتمال تغییرش خیلی بالا باشه، جمهوری اسلامی شاید خیلی رقم‌های زیادی رو، مثلا از اگه 10 تا بذارید مثلا جمهوری اسلامی شاید 7 تاشو داره راحت، ولی اون 3 تایی و 2 تایی هم که داره اونها اتفاقا خیلی محکم هستش و به راحتی نمیشه که مثلا تصور کنی که اینها هم با اون سقوط میکنه با دیگری. شما بحران مشروعیت رو از ابتدای جمهوری اسلامی همواره داشتی، کم میشده، زیاد میشده، بیشتر و بیشتر شده در واقع، در پس مراحل مختلف از انتخاباتی به انتخابات دیگر، ولی اتفاقی رو که شما باید توجه داشته باشید نیروی نظامی، نیروی امنیتی و توانمندی سرکوبگرانه جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر شده، این رو نمیتونید انکار بکنید، و به هر حال این خواباندن یا تغییر این خونسا کردن این نیرو،
چون من معتقد نیستم که اصلا در هر گذاری هم که بناست آینده اگر روزی رخ بده شما تصور این رو بکنید که مثلا شما میتونید سپاه پاسداران رو محوش بکنید. محو کردنش هم معنی نداره. شما دیدید در عراق چه اتفاقی افتاد. شما کلا میایید ارتش یک کشور رو خل صلاح میکنید. اتفاقاتی که در عراق افتاد افتاد. امیدوارم به هر حال ایران اگر میخواد مسیر تغییر رو هم به اون مرحله برسه به گونه ای باشه که این گذار بدون خشونت با آرامش با تعامل و تعادل باشه، همچنان که شما صحبت از دقایق پیش از اینکه همکاری و همدردی هموطنان میکردید با نیروهای مخالف، اینا همه با هم کنار بیان و خون و خون ریزی نشه و به خصوص کشور هم فرو نباشه. مسئله فرو آقای دکتر مدین، به این حرف باور دارید؟ یعنی ایران چطور ممکنه شرایط امروز ایران به گذر دموکراتیک منجر بشه، به صندوق رأی برای تغییر این وضعیت منجر بشه؟ چطور ممکنه همچین چیزی؟ باید به تحولات تقریبا شما آرامتر انتظار داشته باشید. شما اگر بخواید به امیدتون رو ببندید به مثلا فرض بفرمایید آقای ترامپ که بیاد مثلا فشارها رو زیاد بکنه و کشور از نظر اقتصادی داره فروپاشی بکنه و نیروهای مسلحی رو، نیروهای دشمنی رو که از بیرون علاقمند هستن کشور رو کوچیک‌تر از اینی که هست ببینن، تکه تکه بکنن، همکاری بکنن، فشار بیارن. خب اونچه که به سر یمن اومد داره میاد، یا اونچه که به سر لیبی اومد به سر ایران هم میتونه بیاد. من نمیخوام بگم شدنی نیست، در این حال هم نمیخوام بگم که شدنش یکسانه، یعنی موقعیت لیبی با ایران یکیه، نه. ولی همچین هم یعنی شما فکر نمی‌کردی که لیبی هم رخ بده، فکر نمی‌کردی سوریه هم به این روز بیفته، فکر نمی‌کردی که الان مثلا یمن به این موقعیت. یمن کاملا فروپاشیده شده است، با اینکه الان هنوز یک کشوریه که تقسیم هم نشده، فلان هم نشده، ولی خب ببینید چون جمع آب نیست، نون نیست، بیماری داره بیداد میکنه، گرسنگی داره، بدبختی که به سر بچه های اونجا داره میاد، عدم سوء تغذیه و غیر ذلک. خب در یه شرایط ناگواری که اگر بنا بشه نیروهایی از غرب کشور، شرق کشور، جنوب کشور وارد یک سلسله عملیاتی بشن که بخوان مرکز رو تحت فشار قرار بدن، مرکز هم خودش از درون داره میپاشه، خب شما بیاد همه اینا رو بذارید روی هم دیگه، میتونید تصویر یک تصویر ناگوار رو داشته باشید. کسانی هم که میدونید که در خاورمیانه کشورهایی هستن که منتظر این لحظه نشستن که ایران انچنان فرو بپاشه که دیگه ایرانی به این گونه و با این مرد دکتر مهدی، اگر هیچ کاری هم نکنیم این اتفاق میفته. نه یعنی اولا یه چیزی رو روشن کنم، من جزء مخالفین آقای ترامپ نیستم. من جزء کسانی هستم که معتقدم باعث خجالت 335 میلیون آمریکایی است که این آدم رئیس جمهور این کشوره. خب این برابری موزمه در مقابل آقای ترامپ، چه در رابطه با ایران، چه در مورد در رابطه با همه مسائلی که امروز در این کشور میفته. اما ترامپ رو حذف کنید، ترامپ یه فصله. اگر هیچ کاری نکنیم، آیا این نظام کشورداری خود به خود منجر به همونها نمیشه؟ یعنی اگر همه این نیروهای مخالف هم از بین برن؟ شما فرض گذاشتی که ما هیچ کاری نکنیم. مردم ایران دارن کارهایی که میتونن میکنن. شاید در شرایط بهتری شما مثلا کاری که میتونی بکنی به عنوان یک کسی که شهروند فعالی باشی، کاری که میکنی، اگر نمیتونید یه چیزی رو کاملا محو بکنی، سعی میکنید خساراتش رو کمتر بکنی، محدوده عمل و ضرر اون رو کمتر بکنی و بعد خودت رو قوی تر بکنی و فشار بیشتری بری جلو. مردم ایران هم آروم نشستن. مردم ایران یه روز با حجاب میجنگن، یه روز با ادارات میجنگن، دارن هر روز میان معلمات، کامیوندارها و غیر و ذلک. اینا همه فعالیت، شوخی نداریم که. شما نمیتونی بگی که ما فقط همین خارج از کشوری ها نشستیم دلمون برای ایران سوخته. نه، مردم ایران خیلی دلشون نه نگفتید. نه من نگفتم، شما گفتید. به هر حال من منظورم این هستش که این تصوری که ما داریم که ایران فرو میپاشه، ایران شما در تاریخ
سالهای سالش برگردید به ابتدای تاریخ این کشور تا به حال، خب رژیم ها رفتن، رژیم ها آمدن، حکومت ها بودن، ولی این تمدن مستمر بوده. این یک واقعیتیه. جامعه ایست بسیار پوست انداخته، تمدن بزرگی داره، تاریخ داره. جامعه نیست پوشالی که یک باره از بین بره. من نمیخوام انشا بگم، نه، واقعیتش اینه که در بحران های بدتر از این رو هم در گذشته این کشور پشت سر گذاشته. ولی خب آسان نیست اینکه تصور بکنیم که ببینید ما من خودم حداقل برداشت من اینه، ما در خارج از کشور میبینم بسیاری ها فکر میکنن که این جمهوری اسلامی رو مثل یه چراغی که کلیدو بزنید یه جایی مثلا، فقط همه بحث سر دعوا اینه که کی دستش میرسه به اون کلید، کلیدو بزنه چراغ جمهوری اسلامی خاموش میشه، تموم میشه، میره. نه، یک انتقال تاریخی باید رخ بده، یک انتقال اجتماعی باید رخ بده، سیاسی باید رخ بده. این جامعه یواش 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 و این افرادی که الان در رأس هستن محو بشن. حالا محو منظورم محو فیزیکی هم نیست، اونم اتفاقا خیلی مهمه. این افراد در حال ایرانیانی هستن که اونجا هستن، به نحوی از آنها اینا باید از کار بیفتن، فضا رو باز بکنن، عقب نشینی بکنن، نیروهای جدیدتری میان بیرون، رهبران جدیدی پیداشون میشه، جامعه دگرگون میشه. شما ببینید خود عراق رو، حالا من کاری ندارم به آقای دکتر اجازه بدید، آقای دکتر آیا دنیای امروز به ما این اجازه رو میده که تا کی 40 سال سکان به دست این هاست تغییر پیدا کرده؟ کاملا با شما هم عقیدم، از دیماه گذشته به این طرف این حلقه های اعتراضی به شدت تعدادش زیاد شده، اگرچه مشکلش این است که به هم پیوند نخورده. اما تا کی می شود یه ملت این فشار تحمل؟ ببینید اصلا صحبت از این نیستش که ما که نمیخوایم مردم ایران، من که طرفدار رژیم نیستم. اون چه که من مهمه برام این تصویر واقعی از واقعیت ها داشته باشیم. ما باید ببینیم توانمندی های این رژیم برای موندن و حفظ خودش چیه، توانمندی های نیروهای اپوزیسیون این رژیم چیه، بعد امکانات موجود برای جامعه مدنی ایران که احتمالاً لزوماً دست به اسلحه نمیبره، تو زندگیشو میخواد ادامه بده، روزمرگی زندگیشو داره طی میکنه و دلش هم میخواد تغییر رخ بده، ولی یا توانشو نداره یا اصلا امکانشو نداره یا اصلا نمیخواد که مثلا هر سیاسی باشه و مثلا اونش اسلحه برداره. همه اینا رو باید با هم بسنجیم. جامعه در هر لحظه یک توازنی از این خواستها و امکانات و نخواستنهای بخشهای مختلف خودشه. ما اینا رو باید در نظر بگیریم. برحال این که این رژیم عوض میشه در تاریخ هیچ اصلا یک چیز واقعی گفتن نداره، یعنی به قول آمریکایی میگیم تروتیزمه، چیز گندهی هم نیست که شما بگید این رژیم بالاخره میره. همه رژیم های دیگری هم که آمدن در ایران هر چقدر بد، وقتی بد از بین نمیره. بنابراین ما هم باید بسنجیم کار ما هم، که من که خب یه جامعه شناس هستم، تا اونجایی هم که میتونم از آرزوهای خودم رو سعی میکنم با پیشگوی علمی قاطی نکنم. پیشگوی علمی اصلا از نظر علم ما پیشگویی اونقدر نمیکنیم که جهت ها رو میتونیم مثلا ببینیم. بعدم معلوم نیستش که عواملی که بین این اونچه که ما میبینیم و اونچه که الان داره اتفاق میفته ممکنه رخ بده رو نمیبینیم. شما مثلا تا قبل از اینکه انتخابات 2016 انجام بشه در آمریکا در نوامبر 2016، تصور این، خود آقای ترامپ هم تصور اینو نداشت که موفق بشه مثلا اصلا رئیس جمهور بشه. آقای خمینی هم یه روزی تصورش حتی نداشت، فکر میکرد که شاه رو ساقط بکنه، از کار بیفته و جریانات به گونه ای پیش بره و بیاد تو ایران و بعدم حکومت اسلامی رو به این نحو و به این صورت تصورش رو حتی مثلا داشته باشه. تا اونجایی که میدونیم خیلی چیزها بر اساس عوامل غیر قابل پیشبینی، منتها مدیریت این عوامل غیر قابل پیشبینی و شرایط پیش آمده است که تعیین کننده است. رهبری باشه، نیرویی باشه، زمینه‌ای باشه که اینها رو جمع بکنه، از فرصت به موقع خوب استفاده بکنه و شرایط رو به گونه‌ای پیش ببره که حداقل اگر فرض بکنیم نیروهایی که خیرخواه هستن، نیروهایی که واقعا دیدگاه‌های مثبت و مترقی نسبت به جامعه و رو به توسعه کشور دارن. آقای دکتر مهدی، به عنوان یه جامعه شناس و با توجه به شناخت دقیقی که احتمالاً از مذهب تشیع دارید، دین اکثریت مردم ایران، که مثل اینکه اگه این حرفی که دارم میزنم از مدرس هست
که مذهب ما عین سیاست ما و سیاست ما عین مذهب ماست، اگر اشتباه نکنم، ولی این جمله گفته شده، احتمال قوی هم از طرف مدرس گفته شده. تا وقتی این مذهب میتونه در ایران حضور داشته باشه در سیاست، که جدا کردنش هم از سیاست بسیار بسیار دشواره، چطور میشود امید تحقق دموکراسی در ایران رو داشت؟ من ببینید، دو تا چیز هست. یکی این که شیعه دوام شیعه در ایران یه چیزی که به این سودی ها اصلا تصورش رو من نمیتونم بکنم حداقل از به عنوان مذهب مردم ایران. ولی آنچه که من میبینم و در اتفاق افتاده اتفاقا با آمدن حکومت جمهوری اسلامی این هستش که ما اون مسیر و فرایند عرفی شدن دین رو در ایران داریم جلو چشم خودمون میبینیم. درسته الان این عرفی شدن دین و یا این دین موجودی که در ایران پیاده میشه گره خورده با یک حاکمیت روحانیان، ولی من میتونم تصور بکنم روزهایی رو در آینده، نمیدونم با توسط چه کسی، چه رژیمی، چه حزبی، چه گروهی، که تغییرات سیاسی که رخ میده و روحانیون برگشت برمیگردن به مساجد خودشون و بعد هم دیگر اون روحانیان قبلی نخواهند بود، چنان که در مذهب همین در مذهب مسیحیت در اروپا رخ داده. اونها هم وقتی این مسیر رو طی کردن و مذهب عرفی شد، روحانیان عملا به یه حوزه محدود قرار داده شدن و مرز حتی خود اونا هم عرفی کردن. الان شما میبینید مساجد به کلیساهای در اروپا، آمریکا، اروپا کارهایی رو میکنن که اصلا تصورش رو با آموخته های دینیشون نداشته. اصلا شما فکر میکنید مثلا چرا اینا وارده که موزیک و فیلم سازی و کارهایی که میکنه مثلا برای اینکه تبلیغ بکنه آدم رو بیاره مسجد؟ خب نباید اینطوری می بود، ولی نکته اینه که اینا تغییر کردن، اینا هم عرفی شدن. دین شیعه الان در این 40 سال گذشته کار یکی از ناخواسته های جمهوری اسلامی این بوده، اون به قول معروف unintended consequences، اون عواقب ناشناخته و ناخواسته این بوده که دین در ایران و به طور مشخص منظورمون شیعه هستش، مذهب شیعه هستش، داره عرفی میشه. مردم ایران دیگه اون خیلی چیزایی رو هم قبلا داشتن ندارن. الان یه جریان البته دین ستیزی هم شدیداً وجود داره در ایران به نحوی، به خصوص بین جوانان، و ما حتی جلوه این رو من خودم الان در این تحقیقی ما داریم انجام میدیم میبینم که جمعیت ایرانی خارج از کشور اصلا دلبستگی دیگه نداره اصلا به این مسائل بپرداز. حالا چه اتفاقی برای نسل بعدی میفته اون چیز جالبیه که داریم تحقیق میکنیم راجعش. ولی نکته در این هستش که اتفاقاتی که میفته عواقب داره و این عواقبش هم تاریخی است، مثل خودش که اتفاق افتاد روزی که جمهوری اسلامی رخ داد و این حکومت به پا شد و اینا همه میگفتن 6 ماه دیگه میرن، 6 ماه دیگه میرن، اینا سیستم نمیدونن فلان بده. خب میبینید که نشد، سیستم رو هم خیلی خوب میدونن. این رژیم بسیار بسیار پیچیده تر از رژیم پهلوی، با اینکه مخالفی بیشتر از رژیم پهلوی داره در سطح گسترده تر، ولی خیلی با دوام تر و با اقتدار بیشتری و با سرکوب بیشتری و با بیرحمی بیشتری داره کار میکنه. پس ما نمیتونستیم این پیشبینی ها را دقیق بکنیم 100%، به همون نسبت هم. ولی اون چه که داریم میبینیم وقایع تاریخی بلند مدت هستن، کوتاه مدت نیستن. مثلا شما صحبت از آقای ترامپ کردید، جمهوری اسلامی الان مشکلات زیادی با دولت ترامپ داره. آقای ترامپ اومده اینجا در درون آمریکا اتفاق داره، خیزاران لایحه و قوانینی که قبلا از نظر محیطی، از نظر فرهنگی، از نظر آموزشی وضع شده داره اینا رو همه این مقررات رو از بین میبره. کسانی که فکر میکنن اگر فردا ترامپ حالا این پیچ بشه یا نشه، یا مثلا دو سال دیگه مثلا نتونه انتخاب ازش نشه، دو سال خورده دیگه، خیلی خوب، ولی این قوانین رو دیگه برگردوندنش به این سادگی نیست، باز زمان میبره. به عبارت دیگه گفتم مثل سویچ نیست که تغییر کنه، که فراگردهای درازمدت تاریخیه. آقای دکتر اتفاق میفته ایران روزی بس خواهد شد. امروز آیا فکر نمی‌کنید که فقدان سازماندهی در اپوزیسیون، چه در داخل و چه در خارج از کشور، فقدان رهبری یا رهبران فرهمند، این یک عامل اصلی است در به تأخیر افتادن یا به ثمر نشستن این همه مبارزه‌ای که مردم آغاز کردند؟
آیا فقط فقط به یاد آوردن من یه جمهوری خواه هستم ولی باید همیشه این رو بگم، به یاد آوردن نام رضا شاه روحت شاد و رفتن به دوران خانواده پهلوی جالبه. در تمام اینها من نمی‌بینم در کنار رضا شاه روحت شاد کسی نمیگه مصدق روحت شاد، رضا شاه روحت شاد رو مردم میگن و میخوان. این چیه؟ آیا به نظر شما به عنوان یک جامعه شناس فقط یک نوستالژیه یا یک رهبری قدرتمنده که بتونه بیاد و شرایط رو تغییر بده؟ اگر ما این سازماندهی رهبری رو داشتیم، اگر این رهبران فرهمند رو داشتیم، آیا کماکان باید خیلی آرام و تدریجی این قدم ها رو برمی داشتیم؟ آیا تاریخی که شما داره اشاره می کنید که بارها ایران با این شرایط مواجه شده، امروز سال 2018 از قرن 21 تحولات دنیا خیلی با سرعت انجام میشه. من وحشت دارم از این که روزی زنده باشم و تجزیه کشورم ببینم. نقشه های تجزیه ایران رو دیدم، شما هم دیدید چندین کشور قراره به وجود بیاد، ولی چه کار میتونیم بکنیم که مانع از این بشیم؟ در خدمت. ببینید، همینطور که عرض کردم، این تصور که ما هیچ کاری نمی کنیم که تصور درستی نیست. در درون ایران مردم دارن کار میکنن، مردم دارن فعالیت میکنن، نیروهای مختلف هستن. گاه ما، من برداشت شخصی خودم رو میگم، آنچه که میبینم و درگیریشم دارم، مثلا میان افراد تو صفحه ما چیزایی میگن، ناسزا میگن. ببینید، من یه اعلامیه ای رو انجمن دانشجویی دانشگاه در ایران نوشته، فرستاده به آقای، نامه نوشته به آقای روحانی، نوشته آقا ما این دانشجوهای ما رو روز به روز میان میگیرن، ما امنیت نداریم. آقای روحانی، شما دولت هستید، صاحب این دولت هستید، رئیس این دولت هستید، شما به ما لطفاً کمک کنید، این امنیت ما رو در دانشگاه باید شما حفظ بکنید، و اگه نمیتونید بکنید تکلیف ما رو معین کنید، شما بکشید کنار، باید با ما بگید، حداقل ما خودمون امنیت خودمون حفظ کنیم. خب این نامه اولا خودش توش از نظر، واقعا از نظر زاویه ساختار ذهنی سیاسی جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات نگاه کنید، اینجا این بچه‌ها الان با نوشتن این نامه گرفتاری‌های زیادی خواهند داشت. حالا ممکنه تو دعواهای جناحی خوشحالن که مثلا این نامه نوشته، مثلا وزارت امنیتی، مثلا سپاه، مثلا خیلی خوشحال خواهد بود که مثلا این نامه به یه ایرادی به فرض بفرمایید آقای روحانی داره میگیره و آقای جناح مثلا اصلاح طلبشون و هر کلی اعتدالیون رو تضعیف میکنه. ولی اون ور قضیه اینه که این نامه داره اعتراف میکنه جوانان ما در دانشگاه ها امنیت ندارن، دانشجو داره دستگیر میشه، این خودش مهمه. خب من اینو مثلا اومدم به عنوان یه جامعه شناس، صدای جوانانی رشته خودم، صدای اونو، بلنگوی اونو بشم، اینو گذاشتم در صفحه خودم. افراد اومدن ناسزا میگن، همم خارج کشوری هستن، اعتراضشون این هستش که اینا مگه دوران طلایی امام رو فرام، اینا شما، اینا کیا هستن؟ شما صدای اینا، شما نمیدونید که این رژیم. ببینید، تصور خارج از کشور هستش که تو ایران هیچ اتفاقی نمیفته. امروز اگر یه انجمن دانشجویی تو ایران داره مبارزه میکنه، باید از این راه ها حرکت بکنه. نمیتونه که یک بار اعلامیه بنویسه جمهوری اسلامی باید ساقط بشه. این که ما درک نداریم خارج از کشور از آنچه که در درونه و این چه جوان مردانه به اونها حمله میکنیم، که شما مثلا چرا با آقای روحانی روز انداختید، نامه نوشتید، آقای روحانی خودش نمیدونم عروسک فلان است، ببینید ایناست که منو نگران میکنه. این اپوزیسیون تصویر واقعی از دنیا نداره، یعنی دنیای به خصوص کشور خودش. ببینید، ما باید واقع بین باشیم. برای داشتن رهبری هم لزومی نداره ما مثلا حتما باید یه رهبر فرهمند داشته باشیم. بله، در بسیاری جاها در رهبری فرهمند کار کرده، در بسیاری جاها کار نکرده. همه جاهایی هم که موفقیت های تغییر سیاسی داشتن رهبر فرهمند نداشتن. اتفاقا ما اگر رهبر فرهمند نداشته باشیم، بیرو در واسه من خودم شخصا معتقدم از نظر الگوهای رهبری، من معتقدم ما باید همون الگوی رهبری قانونی رو داشته باشیم، بریم تو اون پروسه عقلانیتی که محدود میکنه رهبری یک فرد رو، نه به ویژگی های شخصیش، بلکه به ویژگی های قانونی و استعداد و شایستگی.
و بعدم دوره محدودی بهش بده، 4 سال، 5 سال، 6 سال بعدش هم بیاد بره طرف بره کنار، به دیگران، به نسل‌های دیگه، به رهبران دیگر فرصت بده. این که حالا شما میگید برمیگردن مثلا شعار میدن در رابطه با رضا شاه، اینها قابل درکه. اولا اینها یه سلسله شعارهایی است که در یک تظاهراتهایی داره اعتراض میشه، به عنوان سمبولیک داره مطرح میشه. شکی نیست ذهنیت موجود و عینی مردم ایران در امروز اینه که در اون دوران، اولا شما مقایسه نکنید، انصاف نیست که ما شما مصدق که 3 سال در دوران بحران میاد به نخست وزیری میرسه و هنوزم به عنوان چهره محبوب مردم ایران میمونه و اونا الگوی محبوب مردم ایران میمونه رو مثلا بگید حالا چرا گفتن رضا شاه و نگفتن مصدق. رضا شاه به هر حال یه دوره تاریخی رو آغاز کرد، زیربنای ساختار زیربنایی کشور را درست کرد و مردم همینجور که میبینن زیربنای کشور داره فرو میپاشه در مقایسه میکنن، میگن اون آقا اومد پل ساخت، جاده ها رو ساخت، راه آهن رو ساخت، چه ها کرد. خب این الگوها براشون به خصوص نسل جدید برمیگردن نگاه میکنن میگن انصاف نیست که اینها رو با هم مقایسه کنن. این معلوم نیستش که اصلا این مقایسه معنی داشته باشه. الان مهم این هستش که جامعه در این اعتراضاتی که میکنه خواستهای کور نه انجام نده، انرژیشو خیلی حساب شده به کار ببره، سازمانی به وجود بیاد، احزابی به وجود بیان، رهبرانی به وجود بیان. آقای دکتر شما از چند سال دیگه صبر یک ملت یاد میکنید؟ همه صحبتهایی که کردید درسته در یک جامعه در شرایط عادی، نه در جامعه این که یه مش در واقع آدم نادانی که امروز در قدرت هم رسیدن. راست میگید شما، اتاقای فکر دارن، آدمهای متفکر رو خریدن، در خدمت خودشون گرفتن و یا یک سری آدمهای فاسد که فساد تمام بنیاد این رژیم رو خورده. این رو با چی مقایسه میفرمایید؟ این رو مگه میشود کماکان گذاشت تا صندوق رای؟ اگر از نظر فرمای اصلا صورتسازی تحول بخواید، کاملا ایران دموکراتیکه. یعنی از زمان جمهوری اسلامی تا امروز هر چند سال یه دفعه ما رئیس جمهور ما عوض شده، وزرامون عوض شدن، این تغییرات اتفاق افتاده. ولی وقتی اساس قضیه بر مبنای خودی و ناخودی و یک تبعیض دینی است استواره، با این چجوری میشه مبارزه کرد؟ درست اپوزیسیون صحبت اینه، من صحبت از اپوزیسیون خارج از کشور نمی کنم، چه خارج کشور چه در داخل کشور. چقدر طول میکشه؟ مگه میشود رهبری رو فراموش کرد؟ شما خودتونم با اصل این که رهبری لازمه موافق هستید، ولی شما معتقدید به این که رهبری باید پای صندوق رای بیاد و به طور قانونی جابجا بشه. این در شرایط عادی قابل فهمه، ولی چطور ما میخواییم مردم ایران رو امروز بریم به جای اون که بسیار خوب همه چیز رو از طریق صندوق رای انجام میدیم؟ مگه دنیا و آقای ترامپ، عربستان سعودی، قطر، امارات، اصلا ما رفیقی در دنیا نداریم؟ اینا ما رو راحت خواهند گذاشت؟ چرا رضا شاه رو یاد میکنند؟ برای اینکه معتقدن تغییر ایران باید با قدرت انجام بشه. در خدمت شما. قدرت رو که شما تصور میکردی، من نمیدونم، به گونه حرف میذاری که من فکر کنم شما یه جایی از یه جایی قدرت رو خواهید داد. من قدرت در خود جامعه میبینم. قدرت رو موقعی میبینم که مثلا مردم ایران خودشون تو خیابونها تظاهرات بکنن، بلندشن بیان اعتراض بکنن، در مواقع مختلف قوانین رو زیر پا بذارن، قوانینی که ظالمانه است. و این گونه من قدرت رو مردم میبینم. اگر قدرت بنا بشه که مثلا از بیرون به ما مثلا بیاد یه کار ضربه‌ای، یه شبیه یه کاری بکنه، مثلا به اونچه که در عراق اتفاق افتاد، در لیبی اتفاق افتاد، این گونه قدرت ها من فکر نمی کنم برای ما آینده خوبی هم داشته باشه. این گونه عاقبت همون جاییه که اونجاها افتاد. جامعه زنده ای شما دارید در ایران. ببینید الان اونچه مهمه، کسی چه اختلافی نیستش که الان ما اختلافی نداریم که مثلا چگونه افراد باید اپوزیسیون باشن یا اپوزیسیونی بکنن، کار اپوزیسیونی بکنن، مخالفت خودشونو به عمل برسونن، به مرحله عمل برسونن. ولی به مرحله عمل رسوندن به این صورت هست که مردم خودشون، ببینید الان زنان ایران مثلا چادرشون رو برمی‌دارن، یه چیز سفید می‌ذارن، یه روز چهارشنبه دارن، یه روز شنبه فلان دارن. اینا حرکت‌های اعتراضیه.
وقتی این وسیع میشه، گسترده میشه، دقیقا اون چیزی است که باید اتفاق بیفته. شما اگر بتوانید مردم رو به گونه‌ای سازمان بدید، به گونه‌ای کمکشون بکنید که در مواقع مختلفی که اعتراض دارن، این اعتراض رو بتونن به طور جمعی با یک حمایتی، با توجه به اینکه بتونید فشاری به دولت بیارید که نیاد اعتراضشون رو جلوشو بگیره و جمعیت اینا انقدر زیاد بشه که دولت نتونه بخوابونه این جمعیت رو یا ساکت بکنه و با تیر و گلوله یک دفعه تمام کنه، دولت رو به گونه ای از زاویه اجتماعی و جامعه مدنی تو انقدر رشد بدی که دولت رو محاصره بکنه، فشار بده، عقب نشینی بکنه که اون ضربه خشونتی و سرکوبش محدود و محدودتر بشه. در اون لحظات آخر هست در یه همچین انتقال‌های تاریخی که مثل اونچه که در مثلا چکسلواکیا رخ داد یا بعضی از کشورهای دیگری که در اروپا شرقی بود، که این انتقال در اون به قول شما ضربه یه نکته رو خدمتتون بگم. من با همه احترام برای جناب علی، با مقایسه‌تون رو، مقایسه ایران رو با عراق و لیبی درست نمیدونم. لیبی یک کشور قبیله‌ای در مرحله قبیله‌ای بوده، عراق یک کشور ساختگی بوده، از اولش هم ساختگی بوده، اون چه که به عنوان عراق میشناسیم. ایران با هیچ کدوم از این دوتا قابل مقایسه نیست شرایطش، ولی خطر فروپاشی برای کشوری که تا این حد اقوام مختلفش در هم قاطی شدن در طول یک تاریخ طولانی، برای ما هم وجود داره. من مسئلم در ایجاز که این، اگر این حرف رو میپذیریم که اعتراضات مردم ادامه داره، اما به نظر میرسه این اعتراضات برای اینکه به هم بپیونده و تومان این رژیم رو به هم بپیچه در اون مرحله است که به یک نوع سازماندهی رهبری و رهبری احتیاج داره. منظور من فقط هم رهبری فردی نیست، در حالی که در طول تمام این 100 سال اخیر که به انقلاب‌ها در ایران و جنبش‌ها در ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همه اینا در رأسشون یه رهبر قرار گرفته. یعنی مصدق در دوران خودش یه رهبری سیاسی رو به وجود آورد و یه حرکتی رو به جلو برد. آقای خمینی آمد و سوت رهبری رو به عهده گرفت، زمینه اجتماعی هم زمینه دینی هم داشت، آمد و به هر حال قبولون خودشو به جامعه ما. اینا رو نمیتونیم ندیده بگیریم. من فکر میکنم که جامعه ما، من با اینا اختلافی دارم، چون منم حرفم دقیقا همینه. آقای خمینی یک سازماندهی وسیع به ساختار دینی، مساجد و غیر و ذالک و این شبکه روحانیت رو در سراسر کشور داشت. حتی دولت پهلوی هم نمیتونست به اون صورت اینا رو یک بار محو کنه. و یه چیز بطئی در ساختار جامعه ما بود و ایشون در رأس اون، در بین اختلافاتی که در بین روحانیت به هر حال در هدایت میشد، بخشش هدایت نمیشد، طبیعی بود، یعنی انجینیرینگ یا مهندسی نشده بود، کشانی که از اون شبکه هنوز استفاده میکرد، شاگردانش فعال بودن و بالاخره در یه مقطع تاریخی که دولت پهلوی ضعیف شده بود، خیلی چیزها از درون داشت سست شده بود و یک باره اون ضربه‌ای رو که باید میزد با یه درایت خاص خودش که اومد، البته همه اون کارهایی که شگردهای سیاسی هم که هر کس دیگری اومد تو، گفت من اصلا میرم قم فلان میکنم، بعد هم که رفت ایران، بعد اومد تهران، خواستنش بیاد تهران و اومد تهران و بعد هم بهش گفتم تو این حرفا رو تو پاریس زده بودی، خب من یه چیزی اون موقع گفتم حالا نمیگم. به هر حال اینا شیوه هایی است که سیاست متاسفانه خیلی هم مطلوب نیست، ولی واقعیت سیاست هستش. نکته من در اینه، زمینه سازی داشت. در ایران امروز هم گروه های اپوزیسیون باید به فکر زمینه سازی در درون باشن، به فکر یارگیری در درون باشن، به فکر جمع کردن مردم و متمرکز کردن مردم و سازمان دادن مردم در درون باشن. حالا به هر کسی به نفع خودش، به گروه های سلطنت طلب راه خودشون رو برن، گروه های جمهوری خواه راه خودشون رو برن، گروه های دموکرات راه خودشون رو برن، لیبرال ها راه خودشون رو برن، احزاب خودشون رو داشتن، فشارهای خودشون رو وارد بکنن. ما یک حالتی رو داریم صحبت هی میکنیم که فکر میکنیم که مردم ایران هیچ کاری نمیکنن و هیچ اتفاقی نیفتاده 40 سال. خیلی اتفاقات در این 40 سال گذشته رخ داده. من نمیخوام بگم همه اینا آقای دردمتی، نه اصلا همچی برداشتی نیست که مردم در داخل ایران هیچ کاری نمیکنن. بنده در همین گفتگو با جناب علی چندی بار عرض کردم این حلقه های اعتراضی وجود داره ولی به هم پیوسته نیست.
به خاطر فقدان مسئله رهبری و رهبران و سازماندهی رهبری. این تأکیدی هم که شما میذارید روی این که فقط به خاطر رهبر، یعنی ما اگه رهبر الان پیدا بکنیم همه چی حل میشه، نه، زمینه های اینها باید با هم جمع بشه. زمینه فراهم آقای یکی از عوامله، خیلی عوامل دیگر هستش، عوامل موقعیتی، عوامل اجتماعی هست. الان مثلا بین نسل جدید از نظر تکنولوژیک و زمینه هایی داره پیش میاد که مش از نظر ارتباطی نسل داره با هم مرتبط تر میشه، آگاه تر میشه، با ساختارهای ارتباطی جهان داره متصل میشه و اغلب این رژیم رو در شوکه قرار میده که چگونه این جوان ها ولکن نیستن. ببینید دورانی که مثلا این ساتلایت ها پیش اومد، اگه یادتون باشه همین تلویزیون های شما و با من و شما میومدیم اینا رو ساتلایت اومدن جمع کردن، خب مردم به راه های دیگه رفتن، راه های دیگری رفتن. هر بار که رژیم موانعی رو میخواد ایجاد بکنه، صدایی رو میخواد بخوابونه، ملت از راه دیگری داره وارد میشه. بنابراین اینها باید یواش یواش جمع بشه، رودخانه‌وار مثل رودهای باریک باریکی که جوی‌های باریکی که آباش یواش یواش جمع میاد، زمینه که آماده میشه، اون وقت شما میتونید تصور اینو بکنید که دریای در ایران، در اجازه بدین دکتر مهدی، در ایران صحبت جوی نیست، رودهای اعتراض در جریانه، منتها این رودها چیز نداره، کانالیزه نشده، به هم نمیتونه بپیونده. چرا نمیپیونده؟ به خاطر اینکه اون سازماندهی، اون معماری رو نداره برای اینکه اینا رو به هم بپیونده. مگه میشه اینا این کار کرد دکتر؟ من عرضم همینه، اون چه که ما نداریم فقط این نیست که بگیم رهبر، سازماندهی میخواد. برای اینکه این سازماندهی هم ایجاد بشه شرایط درونی هستش. من که نمیتونم امروز صبح برای شما دستور یک سازمان رو بدم یا رهبر رو تعیین بکنم، نه، شما هم نمیتونی، هیچ کدوم از ما نمیتونیم. آنها که در درون هستن بر اساس موقعیت و اونچه که درک میکنن و امکاناتی که دارن و محدودیت هایی که دارن، به نحوی از آنها دارن حرکاتی را در لحظات مختلف نشون میدن که نشون میده مردم بیدارن، مردم آگاهن. البته بخشایی هم داریم که ما وابسته به اون طرف هستن، منافع اقتصادیشون ایجاب میکنه. ما نمیتونیم، البته همش ما داریم بحث سیاسی میکنیم، شما نمیتونید این بحث سیاسی رو از بحث طبقات جدا بکنید، این بحث طبقات رو نمیتونید از بحث اقتصاد کشور جدا بکنید، این بحث اقتصاد کشور رو نمیتونید از اعتقادات فرهنگی و اجتماعی مردم جدا بکنید. اینا همه با هم دست به دست هم میده. ما هنوز متاسفانه صحنه های اعدامی رو داریم که مردمی هم میان بیرون و میسن تماشا میکنن، فیلم برداری میکنن و میسن اونجا تخمه پوست میجوان، نمیدونم کارهای مختلفی میکنن. اینا هم بخشی از مسائل جمع... از اینها. اجازه بدین، شما استاد جامعه شناسی هستید و من جسارت میکنم. ببینید، هیچ کدوم از اینها بدی و فقط مختص به ایران نیست. در تمام کشورهایی که، در تمام جوامعی که انقلاب اتفاق افتاده، شما این دوره ها رو میبینید، شما اینا رو میبینید. شما فرانسه بعد از انقلاب کبیر فرانسه میرسه به جایی که ناپلئون بناپارت میشه امپراتور فرانسه، و بعد از اون همه جاه طلبی های خودش فرانسه رو در واقع به نابودی میکشونه. این بریم در شوروی نگاه کنیم، بریم در خود آمریکا نگاه کنیم، همه کشورهایی رو که در اون انقلاب بزرگ اتفاق افتاده ما این دوره ها رو میبینیم. هیچ کدومش در مورد ایران بدی و خاص نیست، اما در کشور ما آیا 100 سال مردم در این مسیر نیومدن از انقلاب مشروطیت تا امروز؟ چقدر دیگه باید صبر کرد آقای دکتر؟ یک دقیقه بیشتر وقت نداره. این پروسه ها پروسه های تاریخیه، نه من میتونم پیش بینی بکنم، نه من امکاناتی دارم که اصلا تصور اینو بکنم که میتونیم به وقایع بر اساس آرزو حرکت بکنیم. من حرفم از ابتدا تا به حال این بوده که ما کلیت جامعه و تمام عوامل متعدده رو باید در نظر بگیریم، و اگرم فکر میکنیم که این جامعه به هر حال به طرف تحولی بره، تحول سیاسی منظم و دموکراتیکی بره، به خاطر اون رسیدن اونجا باید این در مسیری حرکت بکنه که با از اولا نیروهای درونی کشور اون رو هدایت بکنن، بعد ما باید محدودیت ها و امکان ها و توانمندی های درونی رو در نظر بگیریم با آرزو. سپاسگزارم دکتر مهدی از شرکتتون در برنامه، ممنونم، میبخشید که با هم بحث خیلی جدی کردیم. امیدوارم در جلسات آینده هم شما رو در کنار خودم داشته باشم. بینندگان عزیز و همراه همکارانم،
علی، پومن، هومن و آرش، و همینطور باز تشکر مجدد از آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده. به شما وقت بخیر میگم، هر جای هستی لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار به کام شما و ایران آزاد و پاینده باد.